با سلام و درود خدمت شما دوستان زبان آلمانی، با مجموع آموزشی لغت روس بودستاگستادی در خدمت شما هستیم با پلیلیست لغات روس. در این ویدیو میخوایم شما رو با سه فعل دیگه که پرکاربرد هستن آشنا کنیم. خب شروع میکنیم با فعل اول، فعل آوزهن. آوزهن به نظر رسیدن، جلوه دادن. اسم این فعل داس آوزهن، داس آوزهن که به معنی ظاهر، شکل ظاهری معنی میده. حالت تقیقی فومش ذهن آوز، چون این یه فعل دو بخشی هست، یه فعل جدا شدنی هست، به این صورت میاد تو حالت تقیقی فومش ذهن آوز، ذهن آوز ببخشید. حالت پرفکتس گذشته کامل با هابن میاد، هابن آوز که ذهن، هابن آوز که ذهن. خب اینجا سه تا مثال داریم. اسموست یا اشت آوز ذهن، اسموست یا اشت آوز ذهن، اون باید واقعی به نظر برسه، اون باید واقعی به نظر میرسید، چون مسته داریم اینجا. اسموست یا اشت آوز ذهن، اون باید واقعی به نظر میرسید. دو زیست هویت زر گود آوز، دو زیست هویت زر گود آوز، تو امروز خیلی خوش تیپی، خیلی خوب به نظر میرسی، خیلی خوب جلوه میدی. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. خوب به نظر میرسه. این خوب به نظر میرسه. Aussehen. مترادفایی که واسهش میتونیم نام ببریم Ausschauen و Erscheinen. Ausschauen و Erscheinen. خب این بود از فعل اول. میم سراغ فعل دوم، آرگومنتیغن. آرگومنتیغن استدلال کردن، دلیل آوردن. اسمش هم داس آرگومنت میشه، دلیل، ادله، دلیل. داس آرگومنت، آرگومنتیغن. خب حالت گذشته ساده شو داریم، حالت فقیقه قطومش argumentierten، argumentierten. حالت پرفکت گذشته کامل با هابن میاد، هابن argumentiert. zum Beispiel ich habe das argumentiert. خب اینجا دوباره سه مثال داریم. versuche nicht mit mir zu argumentieren، تلاش نکن واسم دلیل بیاری، واسم استدلال بیاری، سعی نکن واسم دلیلی بیاری. Es ist naiv so zu argumentieren. Es ist naiv so zu argumentieren. خیلی ابلهانه است که اونجوری دلیل بیاری. خیلی ابلهانه است، ساده لوحانه است که اونجوری استدلال بیاری. Es bleibt keine Zeit zu argumentieren. Es bleibt keine Zeit zu argumentieren. هیچ وقتی واسه دلیل آوردن نداریم، هیچ وقتی واسه استدلال آوردن نیست، هیچ وقتی واسه دلیل آوردن نمیمونه. argumentieren. خب مترادف هایی که واسه این فعل میتونیم بیاریم، begründen که همون دلیل آوردن، اثبات کردن میده، behaupten میشه هم معنی های این استفاده کرد. خب میریم سراغ فعل سوم، bedeuten. bedeuten معنی دادن، مهم بودن. bedeuten معنی دادن، مهم بودن. اسم این فعل die bedeutung، die bedeutung معنی، اهمیت، مضمون. حالت گذشته سادش bedeuteten، bedeuteten. حالت گذشته کامل perfect با haben میاد، haben bedeutet، habe bedeutet. خب میریم سراغ مثال ها. deine Hilfe bedeutet mir sehr viel. deine Hilfe bedeutet mir sehr viel. کمک تو واسم خیلی مهمه، کمک تو
مثلا خیلی معنی میده. Das hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts zu bedeuten. این هیچ معنی نمیده. این هیچ nichts zu bedeuten. این هیچ معنی نداره. Ich glaube, dass ich meiner Mutter sehr viel bedeute. Ich glaube, dass ich meiner Mutter sehr viel bedeute. من فکر میکنم، من باور دارم که من واسه مادرم خیلی مهم هستم. Ich glaube, dass ich meiner Mutter sehr viel bedeute. من فکر میکنم، من بر این باورم که من واسه مادرم خیلی مهمم. Bedeuten, معنی دادن، مهم بودن. Argumentieren, استدلال کردن، دلیل آوردن. و aussehen, به نظر رسیدن، جلوه دادن. خب این بود از سه فعل دیگه که خیلی پرکاربرد هستن. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. کانال ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. محفظ و پیروز باشید. خدا نگهدار.